12 ژوئن، روز جهانی مقابله با کار کودک. سازمان بین المللی کار از سال 2002 بر کار کودک و تلاش‌های مورد نیاز برای محو آن تمرکز کرد. بر همین اساس، روز 12 ژوئن از سال 2002 به عنوان روز جهانی مقابله با کار کودک اعلام شد که مستلزم همکاری دولت‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های کار، جامعه مدنی و میلیون‌ها انسان از سراسر جهان است تا بتوان اقدام مؤثری را برای کمک به کارگران کودک انتظار داشت. کار کودک به معنای کاری است که توسط کودکان زیر حداقل سن قانونی معین برای آن کار انجام گیرد. عوامل اثرگذار بر کار کودکان: ساختار خانواده، فقر، تغییرات اقتصادی ناگهانی ناشی از جنگ که منجر به مهاجرت به کشورهای همسایه برای کار با دستمزد بیشتر می شود، و در نهایت هزینه بالای تحصیل و نظام آموزشی نادرست. برخی از مهمترین اقدامات سازمان بین المللی کار در زمینه مقابله با کار کودک عبارتند از تلاش برای تصویب قوانین و کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودکان، توسعه زمینه‌های مبارزه با عوامل ریشه‌ای کار کودک، تثبیت حداقل سن پذیرش برای استخدام و تعیین سن آموزش اجباری، توسعه امنیت و سلامت محیط کار برای همه کارگران و ارائه فهرست جامعی از کارهای خطرناک برای کودکان، توسعه مستمر مشارکت راهبردی و فعال در سطوح بین المللی، ملی و محلی و ارتقای جنبش جهانی علیه کار کودک. سازمان بین المللی کار در کنوانسیون شماره 138 درباره حداقل سن کار به صراحت به عدم کار کردن کودکان زیر 15 سال تأکید می کند. و در قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، مشاغل زیر را ممنوع اعلام کرده است. کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری های مسلحانه، استفاده و عرضه کودک برای روسبیگری، استفاده یا عرضه کودک برای فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر. و در نهایت هر کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می‌شود احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد. اما قوانین کار در ایران کودکان زیر 15 سال را در شمار کودکان کار رده‌بندی نکرده است. و با توجه به آنکه کشور ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا نموده است، اما متاسفانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعریف مشخصی از کودک و کودکی صورت نپذیرفته است و این مسئله از مهمترین معضلات کودکان محسوب می شود. در ایران بیشترین کودکان کار به ترتیب در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران هستند. علاوه بر کودکان ایرانی، کودکان اتباع خارجی نیز به دلیل معضلات مالی و عدم بهره‌مندی از حقوق شهروندی و
و حمایت‌های مادی و معنوی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به ناچار تن به انجام هر کاری می‌دهند. کودکان کار در ایران بیش از 5% کارهای ساختمانی را انجام می‌دهند که کارهای ساختمانی جز سخت‌ترین کارها دسته‌بندی شده است. از عوامل گسترش پدیده کودکان کار در ایران، فقر، بدسرپرستی، حاشیه نشینی و پایین بودن سطح تحصیلات عنوان شده است. اما دو عامل فقر و بی‌بهرگی و عدم اجبار در بهره‌مندی از آموزش برای همه کودکان خود را هر ساله بیشتر در کشور ایران برجسته می‌سازند. بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد حدود 73% از کودکان در خیابان سابقه خشونت دارند. این خشونت علیه آنها شامل ابعاد مختلف جسمی و غیر جسمی مثل تحقیر، تمسخر، برچسب زنی، تجاوز و غیره است. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان تا کنون حدود 30 بار اجرا شده است و متاسفانه باز به فراموشی سپرده می شود و دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز موفق به حل این معضل نشده است. بر اساس ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره به حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی دارد و ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه تأکید می‌کند. و همچنین طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق آموزش و پرورش استاندارد و رایگان برای همه و بر اساس هدف 3 از سند 20C یونسکو یعنی تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین حق همگان است. و همچنین در اصل 3 بند 3 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق آموزش، پرورش و تربیت بدنی رایگان و در اصل 30 از این قانون به در اختیار گذاشتن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه در اختیار همه تاکید شده است. اما متاسفانه هیچ یک از این قوانین در دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی شود و هیچ اقدام قابل قبولی در راستای احقاق حقوق کودکان و مبارزه با کار کودک صورت نمی پذیرد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.